میکنیم، باز میکنم قربان. برای چی گذاشتی برای گزارشو من پر کنم؟ مسئول عملیات تو بودی، برای چی من باید بنویسمش؟ مگه مسئول عملیات من نبودم؟ خب میگم گزارشو تو بنویس. یعنی چون جنس رو دستمون مونده ولی صاحب جنس گم شده، من باید برام جواب بدم؟ حمید من دو روز نیست زنم برگشت خونه، امروز صبح با صدای زنگ بیدار شدم دیدم احضاری اومده در خونه. زن اگه جای من بیدار شده بود زندگی من منفجر شده بود حمید، رفته بود هوا. الان این فکر میکنه همه چی تموم شده. احضاری چی؟ موتورسازه بود چی شما پیش ازش جنس گرفتیم خودش رو آوردیم، 50 گرمش گم شده بود. از اون بار 30 بار رفتم دادگاه. به نظرت اگه این پرونده بیاد روی اون پرونده، قاضی مستقیم منو نمیفرسته زندان؟ چرا وقتی داشتیم میرفتیم پرویز عباسی رو بگیریم اینا رو بهم نگفتی؟ برای که این یارو زیرت ناصر خاکزاده، خودش نیست. وقتی بچه رو پرویز عباسی کشته؟ پرویز عباسی نکشته، ناصر خاکزاد گفته بدوز، اینم دزدیده. حمید تا متهم دست منه، دست تو که بهش نمیرسه. آره تو میخوای این کار رو انجام بدی که حتما بعدش هم بشی رئیس. حمید من واسه خودم این دارم میگم این حرفا رو، تو به خوره این بابا تشنه ای، دستت بهش بده درجا کشتیش. یارو زده بچه منو کشته، چی داری میگی تو؟ رئیس خبری نشد؟ از ناصر پاکزاد؟ نه خبری نشد ازش. از سمت بپرسی که چرا از ما میپرسی؟ ما اون رد درچی ناصر خاکزاد بود زدیم ولی هیچی پیدا نکردیم، همچین شخصی اینگار اصلا وجود نداشته. من از همون اولم گفتم یه حرومزاده آدم زد. اون اینقدر هم باوش نیست، هرچی باشه بالاخره میگیش قد گندش نکن بدبخ، همین حرفا رو میزنی رو مخت میره دیگه. طرف اونقدر هم بچه زدنگ نیست، هرچی باشه بالاخره میگیریمه. این دوره با دوره قبلی فرق داره، از سوی پرونده ها اسما رو در بیارین. اسما رو که در آوردین میتونین به خرده فروشه برسین. به خرده فروشه که برسین میتونین بالا دستا رو پیدا کنین، صلوات بفرستین برید سر کارتون. الله اللهم صل على محمد و اشغال یا ما واسه پولیس ریخته ما اینا فرار کنید، فرار برید سریع بگیریدشون. ولم کن، ولم کن.
از 200 نفری که ما گرفته بودیم امروز 150 نفرش واسه تو رو لو دادن. قطعا تو یه بالا دستر از خودت داری که تو از اون مواد داره میگیری، یه اسم اونو بگو خودتو خلاص کن. اما من فقط یه فروشنده سادم. تو همچین فروشنده ساده ای هم نیستی با اون 150 تا شکایتی که ازت شده. خب پس ما تو رو میفرستیم زندان، دوتا بچه هات هم میفرستیم بهزیستی. اما بهزیستی اونم بهتر از اینکه پدر معتادی مثل تو داشته باشن. اما بچه های من چه گناهی کردم؟ ببین ما یه اسم میخواییم، یه اسم بگو خلاص. ببین اگه این پاش به اینجا بیفته در آوردنش با کریم الکاتبینه. ناصر. ناصره؟ پاکزاد. خود لعنتیشه. الان کجاست؟ من تا حالا نیده بودم ناصر رو و ندیدم. از طریق یکی از رابطاش بهش وصل بودم و براش مواد میفروختم. اسم مواد فروشش حمیده. الان کجاست؟ امروز شب پرواز دارن. تو بدنشون مواد جاسازی میکنن. سه نفرن. فرودگاه امام خمینی. وای به حالت اگه دروغ گفته باشی. چه اتفاقی در قسمت بعد رخ میدهد؟ آیا داستان طوری که شما تصور میکنید پیش میرود؟ به زودی با قسمت دو سریال متری 8.5 به خانه های شما خواهیم آمد. خب دوستان، قسمت اول سریال متری 8.5 به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لطفاً لطفاً اگر لذت بردید و دوست داشتید حمایت کنید. واقعاً بچه‌ها دارن زحمت میکشن. کلاً وقتی داریم سریال درست میکنیم با عشق درست میکنیم و نیاز داریم که شما هم اگر دوست داشتید حتما این عشقتون رو بروز بدید، بریزید بیرون ایطوری، یه لایک بدید بابا، یه نظری بدید، انگیزه بدید که آدم برای سریال های بعدی هم انگیزه ساختنش رو داشته باشه. من در حال حاضر تصمیم گرفتم که سریال رو هفته یه بار درست کنم و هفته یه بار پست کنم سریال. اما اگر ببینم که حمایت داره میشه، انگیزه دارید میدید و خوشتون اومده، قطعا اینو بیشتر ارتقایش میدم و سعی میکنم بیشتر سریال درست کنم، زود به زود قسمت ها رو بذارم. اون چیزی که فکر میکنید نیست این سریال و درست متری 8.5، ولی اونطوری که فکر میکنید نیست. اونقدر فکر نکنید که قابل پیش بینیه که قرار چه اتفاقی بیفته. پس لطفاً دلتون رو خوش نکنید به اینکه شما میدونید چه اتفاقی قرار بیفته. بازم میگم دوستان، اگه دوست داشتید حتماً حتماً لایک، سابسکرایب اصلاً فراموش نشه و نظرات خوشگلتون رو حتماً حتماً زیر همین ویدیو بگید. اسم بچه‌هایی که داخل سریال کمکمون کردن و دارن همچنان کمک میکنن، خیلی زحمت میکشم واقعا، خیلی، زیر همین ویدیو میذارم که بدونید که با کیا طرف هستید. مرسی دوستان، خیلی دوستتون دارم. تا سریال قسمت دوم سریال متری 8.5، خدا نگهدار.